بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام خدمت بچه های عزیز الهی مامیتو در خدمتون هستم. با من این برنگاه میکنم که بیدم چطی چیز میمیرسید یا نه. هندسه های بیشتر با همدیگه شروع میکنیم. توی 6 جلسه قرار با همدیگه جمع‌بندی کنیم برنامه‌ای که 100% داریم. میشه تقریبا هر فصلی میشه 2 زنگ دیگه، یعنی یه روز، مثل این روز که 2 زنگیم. ایشالا فصل 1 رو تمام میکنیم، بعد 2 زنگ بعدی حالا هر روزی هستش، فصل 2 و بعدش هم فصل 3 ایشالا. اینجوری که حالا من یه درسنامه رو نوشتم به صورت مختصر، بعد بلا فاصله تمام سوالاتی که تا حالا توی امتحان نهایی اومده براتون گذاشتم، میتونید ببینید و دونه دونه‌اش با هم دیگه حل میکنیم و توضیح میدم. اگه گوش کنید واقعا اوکیه، یعنی 20 مطلق رو میگیرین. خب بحث امتحان نهایی دارم میگم، حالا بحث کنکور و نکته و تست و این چیزا که بحثش سواست، با اونا که فعلا کاری نداریم، ولی اون چیزی که برای امتحان نهایی میخواید یه 20 واقعی بگیرید کاملا تو این جزوه هستش. همه سوالا هستش، همه سوالا. از دی 97 امتحان نهایی شروع شد، از دی 97 من همه سوالای الان فصل 1 تو این جزوه هست. از دی 97 بلا فاصله 98 خرداد شهریورش دیش، 99 خرداد شهریور دی و 1400 هم برمی‌گرده. اگه آماده باشیم که صحبتی حرفی اگه نداریم من در خدمتتون هستم. بریم دیگه سراغ تخته و درس و این چیزا. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه های عزیزم یالا خدمتتون هستم که خب اول تعریف ماتریسه. الهی امید تو فصل اول تعریف ماتریس به همچین مستطیلانی که شامل تعدادی سطح و تعدادی ستون از ماتریس میگیم، خیلی طبیعیه، با حروف بزرگ نشون میدیم، خیلی واضحه. باورتون نمیشه از همین تعریف مسخره سوال میکنیم. 1400 هر آرایش مستطیل از اعداد حقیقی شامل تعدادی سطح و ستون چی نامونه میشه؟ خب طبیعتا ماتریس نامونه میشه. ماتریس مات ریس نامونه میشه. همین تعریف ماتریس سوال 1400 بود. رفتی هم این نداره که شما خودتون استاد اینا، ولی که نمیدونم دی آبا آسون باید باشه، شهریور باید باشه، همین چرا پرکا نگیم ترمه اصلا برایش مهم نیستش که چی به چیه چی به چی نیست. پس تعریف ماتریس اوکی، یه چیز خاصی نداشت. میم بالا در حالت کلی اگر ماتریس ها ام تا ست ام تا ستون داشته باشه می نویسیم آ ام در اینه، می خونیم آ ماتریسی از مرتبه ام در این است. به عنوان مثال ماتریس بالا آرین هایی که اینجا بود یه ماتریس چیه؟ 2 در 3 است. 2 در 3 است. اوکی. اوکی. ستاره دوم داریم میگه که مرتبه ماتریس در صورت نیاز در گوشه پایین سمت راست نشون میدیم. یعنی چیه؟ 2 در 1. این چیه؟ 1 در 3. فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه. دوباره مطلب پس اول مطلب تعریف ماتریس بود، خداحافظ تموم شد رفت. دوباره مطلب گرایه. گرایه چیه؟ به هر عدد حقیقی که تو ماتریس وجود داره چی میگیم؟ گرایه میگیم. درایه که در سطر آیون و ستون جیون در سطر آیون و ستون جیون قرار داره با آیه آیون جی نشون میدیم. یعنی آیون جی یه آدرسه. آی چیه؟ اون عدد اولیه. جای سطر رو میگه. اون جی چیه؟ عدد دومی. جای ستون رو نشون میده. مثلا تو این ماتریس نگاه کنیم بچه ها، مثلا تو این ماتریس این الان چیه بچه میبونم؟ این الان کنید این کی الان؟ آ1 و 1 یعنی درایه یک تو سطر یک و ستون یک منفی 3. درایه سطر یک ستون یک، عدد اولیه سطر، عدد دومیه ستون. این الان چیه بچه ها؟ 1 و 2، یعنی سطر یک ستون 2. آ1 و 2 چیه؟ 7. یعنی درایه سطر یک و ستون 2 7. این چیه بچه ها؟ آ2 و 1. آ2 و 1 سطر 2 ستون 1 چند؟ 9. علاوه این چیه الان ننوشتم؟ آ2 و 2 دیگه. آ2 و 2 چند الان؟ مساوی با 2. یعنی گرایه سطر 2 و ستون 2. اوکی گرایه هم فهمیدیم چیه. دی 98 سوال اومده ازش، میگه در ماتریس آ2 و 3 4 در 3. یعنی میگه من یه ماتریسی هم که 4 تا سطر دارم 3 تا ستون دارم. بعد آیوجهش رو اینجوری معرفی کرده، درایه واقع در سطر سوم و ستون دوم ماتریس ها برابر اینا چیه؟ نکنم درایه واقع در سطر سوم، یعنی میگه آیه، ببخشید، آیه سطر سوم
ستون دوم آی 3 و 2 میگه چقدره؟ یعنی آی 3 جی 2. هر جا آی میبینی 3 بذار، جی میبینی 2 بذار. اوکیه؟ حالا بعد از اینا زیاد میبینیم. خب بریم دیگه، میشه چی؟ آی و جی، یعنی آی 3 و 2 من میشه چی؟ دو تا آی، آی کیه؟ 3 2 3 تا 6 تا. جی منهای 1، جی کیه؟ 2 2 منهای 1 6 فکر نمی کنم مورد خاصی داشته باشه. بریم اینجا دیگه قشنگ میشه. اگر بخوایم ماتریس 3 در 2 مثلا، مثلا ماتریس 3 در 2 رو در حالت کلی با اعضای استاد تخته رفت چرا؟ بعد کل سوال امتحانی رو براتون حل میکنم. من هم چیز خاصی نگفتم، تعریف ماتریس رو کردم. اگر اوایلش مثلا ساده است برای بچه‌هایی که مثلا خیلی سخته چون مارس اسخای میکنم، خب اول کتاب دیگه دست من نیست، من دیگه دارم همشو میگم. اگه میگم شما سطحتون مثلا خیلی بالاست این چیزا، من اسخای میکنم، ولی داریم تمام سوال امتحان نهایی رو حل میکنیم دیگه. ان شاء الله نهایی میگیریم، یه 20 کامل میگیریم. حالا ملیکا چی؟ 223؟ سوالی میکنم بین یه لحظه خاموش شد من شرمنده. اینجا رسیده بودیم که مثلا میخواییم ماتریس 3 در 2 در حالت کلی با اعضای آی و جی نشون بدیم، این مدلی بچه های گنم. خب دیدیم البته، مثلا میگه 3 در 2 هم 3 تا سطح دارم، 2 تا ستون دارم، این میشه آی 1 و 1، سطح 1 ستون 2، 1 و 2 این میشه 2 و 1، دو و دو سه و یک این هم سه و دو. دقیقه 99 ببینیم چه سوالی اومده. میگه که اگر آی و جی یک ماتریس 3 در 3 با درایه‌های این مدلی باشه،
33 31 1 2 اینا چنده. خب خیلی واضحه. من اینو همینجوری که تو جواب نیستم، من برای اینکه وقتم تلف نشه اینو نوشتم تو جواب. مگه نگفته بود بچه‌ها 3 در 3؟ پس قبول دارید که 1 و 1 1 و 2 1 و 3 2 و 1 2 و 2 2 و 3 3 و 1 3 و 2 3 و 3. اینا خودم نوشتم که یه ذره وقتمون چیز بشه. بعد اینجا داره توضیح میده، میگه اگر آن مساوی با جی بشه 2 بذار. همیشه رو حالا بعدا میفهمی این قطر اصلیه. این خب آجی دیدش برابر دیگه، یک یک دو دو سه سه، همه اینا رو باید چی بذارم؟ دو دو دو. میگه اونایی که آجیش با جیش برابر دو بذار. چشم آه دو میذارم اینجا دو دو. آه البته از یه چیزم بگم، الان فقط آسه و سه رو خواسته ها، سطر و ستونش برابر، من باید بگم آسه و سه دوه. ولی برای اینکه اولین سوال همچین چیزی میبینیم من کلش رو مینویسم، اشکالی نداره که ناراحت نمیشید که عصبانی هم نمیشید یا دوی دادم هم نندازید، استثنا من کلش رو مینویسم. وگر نه حق با شماست، شما شاید بگید آقا خولی مگر سه و سه رو میخواد برای چی کلش رو نمیشید؟ حق با شماست، میخواد دوست دارم الان کلش رو بنویسم. خب بعد میگه وقتی که جی بزرگتر از آی باشه آی رو منهای جی کن. ببینید کیا نه خب تو سر تو این قطر اصلیه آی و جی برابره که من همه رو دو گذاشتم. تو این بالای قطر اصلی بالا همه جی ها بزرگتره، میبینید جی بزرگتره جی بزرگتره جی بزرگتره، یعنی رو اینا اینا جی هاشون بزرگتره. میگه اگر جی ها بزرگتر باشه آی رو منهای جی کن، یعنی یک و منهای دو کن، یک منهای دو منهای یک، یک منهای سه منهای دو، دو منهای سه منهای یک. خودش گفت میگه تو اونه که آیاش بزرگتر از جهشه برمز آیاش بزرگتر از جهشه، این آیش بزرگتر از جهشه، آیش بزرگتر از جهشه، آیش بزرگتر از جهشه، آیا با جه جمع کن، دو یک سه، سه و یک چهار، سه و دو پنج. حالا اون چی میخواست از ما؟ ما همه رو نمیشم آ یک و یک، آ یک و دو، آ یک و سه، آ سه و سه رو میخواست اینا ها دوه نمشته بودم. آ سه و یک یعنی سطر سه ستون یک، سطر سه ستون یک چنده؟ چهار. آ یک و دو سطر یک ستون دو چنده؟ منفی یک. حالا من همش هم نوشتم اصفای میکنم. اوکی بچه سوالات رو بپرسید اگه چیزی هست، شاید هم براتون فعلا خیلی ساده است. ممنون که اینقدر باسوادید. سوم مطلبی که با هم دیگه داریم میخونیم انواع ماتریس بچه ها. انواع ماتریس هم مهم داره برای توی امتحان نهایی، خیلی مهمه. الف ماتریس سطری، ماتریس سطری چیه؟ ماتریسی که فقط داره یه سطره، میگن ماتریس سطری، مهم نیست برش کن. مثلا این سطریه، فقط سطر داره، یک در دوه، این یک در سه، برش. ماتریس چی؟ ستونی، ماتریسی که فقط ستون داره، مثلا این چیه؟ دو در یکه، سه در یکه، نگاه فقط ستون داره، ایناش یکه. برو بالا، یا اول فضل، نه همین، ماتریس مربعی، ماتریسی که چیه؟ تعداد سطح و ستونهاش برابر باشه، ماتریس چیه؟ مربعیه، دو در دو، سه در سه، اینه ماتریس مربعی هم، ماتریسی که تعداد سطح و ستون چیه؟ برابر. برابر ماتریس های مربعی، اونه که سطح و ستونهاش برابره، دارای قطر اصلی و قطر فرعی هم، قطر اصلی و قطر فرعی. بچه به اینا میگن قطر اصلی، این قطر اصلیه، این قطر اصلیه، به اینا میگن قطر فرعی. حالا قطر فرعی آنچنان توی مثلا امتحان نهایی مهم نیست، این قطر فرعیه. پس اینا فرعی بودن، این چی بود؟ اصلی بود. اوکی بزن بریم آقا. ماتریس قطری داریم، ماتریسی باید مربعی باشه، ماتریس مربعی که تمام دلایلش به غیر از قطر اصلی صفر باشه مربعیه. بچه ها قطر اصلی اصلا مهم نیست صفر باشه یا نباشه ها، مهم اینه که خیلی مهمی، مهم اینه که این یکی ها، این یکی ها صفر باشن. اصلا با قطر اصلی ما کار نداریم. تا گفت من یک ماتریس قطری هم یعنی بقیه جاها هم صفره،
یعنی این صفره، این صفره، این صفره، این صفره، این صفر. قدرت اصلی میخواد صفر باشه، میخواد صفر اصلا به ما ربطی نداره. چی مهمه؟ اونایی که رو قدرت اصلی نیستن باید صفر باشن تا من مارچیسه چی باشم؟ قطری باشم. شریان 92 سوال اومده از تعریف مارچیسه و تعریف کنه. میگه در مارچیسه قطری فلان ام چقدره؟ مارچیسه قطری همه دلایلش غیر از قطری اصلی صفره. MMN های یک صفره. MMN های یک باید چی باشه؟ صفر باشه. M برابر چند است؟ یک. مرسی. چه بچه های این همه بچه های خوبی یه جا من ندارم. شهریار 1400 سوال اومده. مارچیس مربعی که همه دلایه های غیر واقع بر قطر اصلی ها صفر باشد و مارچیس قطری میگن. قطری میگن. پسیم هیروین ماتریس، ماتریس اسکالر، ماتریس قطریه. خود قطری مربعی بوده، حالا این قطریه که همه دلایل قطر اصلیش با هم برابر باشه. یعنی اول باید قطری باشه، همه جا صفر باشه، قطرش اعدادش با هم دیگه چی باشه؟ برابر باشه، برابر باشه. الان با پنج و پنج، این ماتریس اسکالره. این چیه؟ اسکالره مربعی قطری اسکالر. دیگه نواده ها بعدش سوال اومده بچه ها، دیگه نواده ها سوال اومده، لطفا فقط گوش کنید به خدا همه اینا. بله، ماتریس قطری که دلایه های روی قطر اصلی با هم برابر باشن ماتریس اسکالر میگیم. هی بابا چه قدیم اسکالر میگیم. مرسی. دیگه نواده ها درست غلطی اومده بچه ها. هر ماتریس اسکالر یک ماتریس قطریه. بله، ماتریس اسکالر ماتریس قطریه دیگه. بله. مرسی. مرسی. خب ای خدا نردونه اومده. اگر ماتریسی قطری باشه خدا نردونه و تمام دلایل های روی قطر اصلی هم با هم برابر باشن، آن را یک ماتریس اسکالر مینامیم. بچه اینجاش که یه ذره ساده است، یه ذره سریع تر. و خدمتتون عرض کنم که واومین ماتریس، ماتریس همانی واحد، ماتریس آقای اسکالریه. اسکالر کی بود؟ همه دلایل قطر اصلی با هم برابر بود. حالا برابرن یک باشه، اگر یک باشه بهش میگیم ماتریس چی؟ واحد یا همانی. یعنی همشون با آی نشون میدیم. آی میادم خیلی مهمه. با چی نشونش میدیم؟ با آی نشون میدیم. آی این همه آی دوه. آی دو یعنی مربعی دو در دوه که قطر اصلیش یک. آی سه طبیعتاً یک یک یک، ماتریس واحد همانی. زومین ماتریس ماتریس صفره، ماتریسی که همه دلایلش صفر باشه. دیگه لازم نیست مربعی باشه بچه ها. پس ما که ما یه ماتریس مربعی داشتیم، بعد از مربعی رفتیم قطری. قطری کی بود؟ اونایی که غیر از دلایل های اصلی صفر باشن. بعد رفتیم اسکالر. اسکالر قطری بود که همه با هم چی هم برابرن. بعد رفتیم واحد. قطری یک بخش اسکالر یک که همشون یکه. مرسی که میفهمی. خدا نمیفهم چی دارم میگم. این هر ماتریس صفر یک در دوه، یعنی حتما نباید مربعی باشه. آقا اوبار هم نشون میدن بچه ها یه جایی بعدی وقتی تو سوال ها اصلا میگیم اوبار داریم، بعد بیدیم چیه. ماتریس صفره او دو در دوه، او صفر در دوه، یعنی صفره دیگه. من میگم او یعنی او صفره باشه. بزن بگیم آقا چهار تساوی دو ماتریسیه بچه ها. تساوی دو ماتریس. خب خیلی واضحه دیگه، دو ماتریس وقتی با هم برابرن که تک تک دلایل نظیر به نظیرش با هم چی باشه؟ برابر باشه. تساوی دو ماتریس، دو ماتریس آهم مرتبه باید باشن دیگه بچه ها. نمیشه که باید نظیر به نظیر باید برابر باشن دیگه. مثلا این یه سطح اضافه داشته باشه میشه با این برابر باشه؟ نه. مساوی میگیم هم به دلایل نظیر به نظیر با هم برابر باشه. شهریور 92 سوال اومده. میگه که اگر این آ اینه، ب اینه، آ مساوی با ب باشد، در این صورت حاصل x علاوه y علاوه z چقدره؟ خب وقتی که میگیم برابرن، خب 3 مساوی با چیه؟ 2x. 5 مساوی با چیه؟ مثلا رنگ رو عوض کنم چه میدونم 2x علاوه y.
زد مساوی با چیه؟ منفی دوه. پس زده که منفی دوه. ایگرگ هم چی میشه؟ خب این اول اصلا 2x باید 3 باشه. 2x 3 باشه. 2x مساوی با 3. x مساوی با چیه؟ 3 دومه. مسئله اصلا؟ آره. 3 دومه. ایگرگ چیه؟ 2x به علاوه ایگرگ 5ه. 2x. 2x. x هم چی بود؟ 3 دوم. دو تا 3 دوم. به علاوه ایگرگ 5ه. این دو با این دو به سلامت سه به علاوه ایگره پنجه ایگره چنده؟ دوه. پس این همیشه به علاوه یه نرسی که نمیمیستیم شاید داره بره بالتر به علاوه یه دوه. این دوه با منگه دوه میره و جواب موشه سه دو کن. پس تصاری مارکس هم چیز خاصی نیست. بارها بارها من سوال بوده. جالبیش اینجاست که بارها سوال بوده. دوباره شهریور 99 سوال اومده. حل نمی کنم خودتون حل کنید. دو ماتریس فلان و فلان برابرن. پس 100 درصد زد به علاوه یک چنده بچه ها؟ زد به علاوه یک چهاره. یعنی زد چنده؟ 3. بعد زد که در میاد ایکس منهای 2 8ه. یعنی ایکس چنده فلان اوکی. باز هم فکرم سوال اومده. دیگه 1400 هم سوال اومده. دیگه با دهن نمی کنم. برو بریم. میگه که جمع و تفریق ماتریس ها ضرب عدد در ماتریس. آقا این هم مهمه. آره دیگه مهمه. سوال ها بارها بارها سوال بوده دیگه. چیزی گفتی میشه بیاید صفحه بالایی. شایان صفحه بالایی کی گفتی اینو؟ اینجا منظورت شایان؟ آقا شایان فکر کنم چیز میکنن ها براتون میفرستن فایلشو اگر اشتباه نکنه ها شما خودتون من بعدا چیز میکنیم. هوتن هوتی سنا چاکرم هوتی استاد خود استادی هوتی جان شاید نمیدونم کدو سفر میگی بعدا حالا این فایل رو میفرستن برات اگه چیزی بود حالا تو واتساپ چیزی با همین در ارتباطی هوتی هم که سلام عرض کردم خدمت شما. آقا جمع و تفریق ماتریسا و ضرب عدد در ماتریس. خب جمع و تفریق چیه؟ جمع و تفریق اینه که تک تک گرایه های نظیر به نظیر رو با هم جمع میکنیم دیگه. هیچی دیگه مثل آدم گرایه های نظیر به نظیر رو با هم جمع و تفریق کن دیگه. باشه معلومه که ماتریسا باید چی باشن؟ هم مرتبه باشن دیگه. وقتی من گفتم نظیر به نظیر رو با هم دیگه جمع کنم خب باید هم مرتبه باشن دیگه. خدمتتون عرض کنم که بعد ضرب عدد در ماتریس یه اگه عددی پشت ماتریس بود در تک تک درایه ها ضرب میشه. از همین تعریف ساده و مسخره سوال اومده آقا برده این حالا میگه من یه ماتریس 3 درصد هم باشم اینو من خودم من اینکه وقت تلف نشه نمیشتم 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 حالا چرا آقا اینجا آوردیم اگه اونا اونجا هم نکردیم بخاطر این آقا دو آ چیه سه آ چیه جمع و تفریق ماتریسا. این سوال دیگه داره قشنگ‌تر از اون یکی سوال است دیگه. خب بریم سر ماتریسا رو بنویسیم. میگه اگر آی مساوی با جی بود چیکار کن؟ اینا دیگه منظورمه اینا چیکار کن؟ میگه آی دو کن. آی دو یعنی اولی رو تمام دو برسون چش یک به تمام دو یک دو به تمام دو چهار سه به تمام دو نو آیدو کردم. میگه اونایی که آیاش بزرگتر از جیشه آیاش بزرگتر از جیشه آیاش بزرگتر از جیشه این ستا میگه آیا در جی زر کن چش دو یکی دو تا سه یکی ستا سه دو تا شیشتا اونایی که جیاش بزرگتر از آیشه منظورم اونا چه مسخره بازی در بردن اینا جیاش بزرگتره. میگه دوهای من اینهای جی اگه من اینجا محاسبات هم اشتباه کردم درست کنید رو خود مثلا حساب کتاب بلد نیستم. دوهای من اینهای دو یکی دو تا من اینهای دو سفتا بوتی من درسته دو یکی دو تا من اینهای سه من اینهای یک دو دو تا چهار تا منهای سه یک درست نمیشتم بچه های یه نفر اوکی بده
مرسی که همه دارن گوش میکنن، همه خوابیدن، یه نفر اوکی بده جون من، مرسی مرسی، بله سپاسگزارم، مرسی مرسی. خب اگه درسته که هیچی، حالا ماتیس رو یادم، حالا میگه دعا رو منهای سه آی کن. خب دعا دعا بروله داره جا گذاشتم، آره دعا 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 بابی بنویسم آبیت دیگه، این دعا، این دعا دعا نکنید، دعا دعا دو یکی دو تا دو سفتا سفتا منفی دو تا چهار تا حسرت و سنه را تو رو خدا نخواب، این همشه من بیدار به اون دیگه تو رو خدا، یه شب این همه را همیشه تا دو سه بیدار بیدا، همشه من هم بیدار به اون تو رو خدا، این نصف پسته یک رو تمام کنیم بره، میدونم ساعتش بده بمونید، هم داری میکنم چرا قشنگی دو سه تا شیش تا دو شیش تا دوازده تا دو نه تا هیجده تا، اگه ساده است من رو سوال میکنم شما سطحتون بالاست، برای من سخته. خب سه آر آر میدونید چی بود دیگه، یک یک یک، حالا وقتی دست سه زرم بشه میشه چی؟ سه 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 سف 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 سف، حالا میگه اینا رو اصلا دیگه کم کن، چشم دو منهای سه، اینجا هم تو آقام شما دقت کنید، منفی یک اصلا حساب کتاب برمیستم، سف منهای سف سف منهای دو منهای سف منهای دو، چهار منهای سف چهار، هشت منهای سف هشت منهای سف پنج پنج، دو منهای سف دو، شیش منهای سف شیش، دوازده منهای دوازده، هیجده منهای سف پونزده، درسته درسته، این هم باید در حال جمع و تفریق ماتریس ها و از نه بعد در ماتریس ها حله، مرسی. چرا بچه خوب دو ماتریس شهریور 1400 میگه دو ماتریس فلان و فلان رو در نظر بگید، آیا جمع دو ماتریس آمده تعریف میشود؟ نه، اینا رو میتونم با هم جمع کنم؟ نه. چرا؟ چون هم مرتبه نیستم، من الان کی رو با کی جمع کنم؟ اصلا این نظیرش کیه؟ نه. دلیلش چیه؟ چون هم مرتبه نیستم. آقا ما با هم سوال کنم، نه کنکور سوال تا نهاییه به قرآن که هست، چرا بچه ها میفتن؟ نه خوله الان فصل یک، الان نمیدونم چند همین الان فصل یک رو گوش کنید تمام پاس شدید رفته زرب ماتریس ها، تازه یواش یواش شیرین شیرین میشه، نخوابید تو رو خدا نخواب، آقا بکن دیگه، بیا بشین همینجا فکر کن دست جدید میبینی، حالا دستش را میره ما داریم اینجا، آقا زرب ماتریس ها، زرب ماتریس ها، اول اینکه چه ماتریس های در آن زرب میشن؟ ماتریس ها ام در ان در بی پی در کیو، یعنی مثلا چه فلان در فلان فلان در فلان، اگر این مساوی با پی باشه، آقا نمیتونیم حفظ کنیم، یعنی چی مسئله رو ضروری سالب، آقا این عدد جلویه این، یعنی اینا که نزدیک همه، اینا که نزدیک همه باید با هم دیگه مساوی باشن، اینا که نزدیک همه اگه مساوی باشن این دوتا در هم ضرب میشن، اگه این دوتا عدد که نزدیک همه مساوی نباشن ضرب نمیشن، بعد حاصلش حالا چی میشه؟ اینا اینا ساده میشن، میشه یه ماتریس M در Q، یه ماتریس M در Q میشه، یعنی مثلا یه 3 در 2 در 2 در 4 ضرب میشه و حاصلش یه ماتریس 3 در 4ه، حالا برعکسش ماتریس 2 در 4ه در 3 در 2 ضرب نمیشه، چون این دوتا یکی نیستن، همینجا رو بعدا در موردش بحث میکنم، همینجا معلوم شد ضرب ماتریس ها در حالت کلی داره خاصیت جابجایی نیست، الان این در این شد بعد اون در اون اصلا نمیشه، بعد خاصیت جابجایی دارن؟ نه، ولی همیشه هم جوری نیست، حالا بعد در ماتریس ها خاصیت جابجایی دارن که بعدا میفهمی که چی، حالا حالا اداره، حالا دو ماتریسی که در هم ضرب میشن رو چجوری ضرب کنیم؟ میدونم بلدید؟ من برای خودم دارم میدونم شما استاد، آقا کافیه سطر ماتریس اول رو به صورت ستون کنار ماتریس دوم بنویسیم، تک تک درایه ها رو در هم ضرب، سپس با هم جمع و تفریق کنیم و این کار رو تا آخر ادامه بدیم، بچه ها سطر رو برمیداری یک و منفی دو، نگو سطر یک و ون میداری اینجا، سطر یک و ون میداری اینجا مینویسی، سطر یک رو داری تو ستون یک ضرب میکنی، خب جایگاهش کجا میشه؟ جا
جایگاهش میره توی نقطه سطر یک ستون یک، خب میره تو سطر یک ستون یک، جمع و تفریق میشن با هم، یه دوتا دوتا، منهای دو درسه میشه منهای شیشتا. سطر یک در ستون یک ضرب شد، میره تو سطر یک ستون یک، دو منهای شیش منهای چهار. حالا نقطه سطر یک، این سطر یک دیگه، در ستون دو ضرب بشه، خب میره سطر یک ستون دو، نو سطر یک، این سطر یکه، در ستون دو میره خود توی سطر یک ستون دو، یه سفتا سفتا منهای دوتا منهای دوتا سطر یکه. اما این که ستونه، گفته ستونه، این سطره بابا جو، این سطره. سطر یک در ستون سه، خب میره سطر یک ستون سه، یک در منفی یک منفی یک، منفی دو در منفی دو، منفی در منفی مثبت چهار، چهار گرمه، چهار نه یک ستا. وظیفه سطر یک تموم شد، من دیگه دارم برم ضرب کنم؟ نه آقا، ممنون، تشکر میکنیم ازش، اون به سلامت، خیلی خیلی خوش اومدی، خوشحال شدم دیدن تو. خب میریم چی برمیداریم؟ پاک کن، برو برو داداش، برو. آره میرین چی رو برمیداریم؟ سطر دو رو برمیداریم. سطر دو رو برمیدارم به صورت ستون می نویسم، سطر رو میان ستون می نویسم، نبا سطر دو در ستون یک میره سطر دو ستون یک، آه ایناش سه دو تا شیش تا منهای ست تا، ست تا سه سفت تا سفت تا منهای یک منهای یک، سه منهای یکی منهای ستا، منفی در منفی هم مثبت دو یکی دوتا میشه منهای یکی، ضرب کردن خموش، ضرب دوتا ماتریس. او خیلی گمه، هیچی هم نیست به دادمون برسه، بده من اضافه نکشم. خب بریم دقیقه 97 سوال اومده، میگه اگر ماتریس این باشه مجموع دلایل های سطر دوم آرو، آرو یعنی چی بچه ها؟ یعنی آرو در آ ضرب کنه؟ مرسی، آرو در آ، آرو در آ دارم ضرب میکنم، سر سریع ها چون دیگه مثلا خیلی افری شدیم دیگه، این سطر دو بردار یک دو اوه بله این راحتی آدم زایی میشه، یک دو منفی سه، اوه چقدر هم زیاده. اما مجموع درایه های سطر دوم آردو رو میخواد. بچه ها بچه ها بچه ها بچه ها درایه های سطر دوم میخواد. الان من اینا رو که سطر اول رو بردارم، خب سطر اول میشه، سطر دوم میخواد. فاکن بیا اینا نمیخواد، چی رو بردارم؟ بچه ها تو بخواد یکی بگه چی رو بردارم؟ حالا نگی چی رو بردارم؟ آقا سطر دو رو بردار، سطر دو رو بردارم میره تو سطر دو دیگه، آقا سطر دو رو بردارم یک صفر منفی یک، حالا این سطر دوه در ستون یک میاد تو ستون یک، یک یکی یکی صفر یکی صفر تا منهای دوتا پختم منهای یکی. مرسی چیم، آه ملیکا چی گفت، مرسی ملیکا، باعث دلگرم دیگه یه نفر بیداره، یه دوتا دوتا سه سفتا سفتا منهای یکی، آره دو منهای یک یکی، یک منفی ستا منفی ستا سفتا منفی دوتا منفی پنجتا، جمع کن منفی پنج، بیابی منفی پنج شد، جمع شد منفی پنج. بیدارید بچه ها، اونایی که فکر کنن سوال دارم اصلا رو گوش کن دیگه، فکر کنن یه کار بیهوده انجام میدی، چونه من بشین یه کار بیهوده، این همه تو عمرت کار بیهوده کردی فقط چند امروز هم یه کار بیهوده کن به خاطر من، من که براتون ارزشی نداره، منو میشناسید. بله در معادله ماتریسی این مقدار x رو بیارید، چش ناخود داره ضرب میکنه ماتریسا رو، خب ما هم ضرب میکنیم، کاری نداره که سطر میره تو ستون بگاره. آه این چند در چنده؟ یعنی یک در دو درسته؟ یک در دو
این چیه؟ دو در دوه. حاصل ضرب این دوتا دو با دو میده یک در دو خواهد بود، یعنی همچی چیز خواهد بود، یک در دو خواهد بود. حاصل ضرب کیا؟ این در این یک در دو خواهد بود. درسته؟ درسته. سقف رو بردار ستون کمانی میشه، میشه 3x این هم دو. 3x بچه 3x در یک میشه 3x، دو در منفی 3 میشه 3x منهای 6. 3x منهای 6 اوکیه؟ بعد یکی یه چیز طولانی گفته استاد میشه داد نزنین، صداتون خیلی خش. من اسخایی میکنم، ببخش، این عادته، مریضیه، ببخش. چرا داد میزنیم با من؟ من گرم میشه اینجوری هم داد چرا میزنیم؟ با من ببخش. الان خوبه؟ داد چرا میزنیم؟ خوبه. 3x در منهای 2 چرا میشه؟ منهای 6x. الان خوبه؟ منهای 6x. دو در شیش میشه 12. بلد نیستم داد نزنم بچه ها. منفی یک و یکم که جلوتری ضرب میکنم، این معادله است، مساوی با صفر شده. خب منم اینا رو ضرب میکنم مساوی با صفر شده. برای این حاصل ضرب این دوتا این شده. دیدید یکو سطر رو برداشتم ستون کردم، این سطر در ستون رفت سطر در ستون یک، سطر در ستون دو رفت سطر در ستون دو. حالا این قرار در این ضرب بشه. بعد میگه من حاصلش شده صفر، حاصلش شده صفر، من هم اینو ضرب میکنم حاصلش رو میذارم صفر. این میره در این، مگه نه بگم ستونی بنویسم میشه 3x منهای 6 در منهای 1 میشه منهای 3x به علاوه خیلی شد من با دست بهتر فکرم منهای 3x به علاوه 6. میبینید این داره در این ضرب میشه بچه ها، منهای 3x به علاوه 6. این هم که در 1 ضرب میشه منهای 6x به علاوه 12 شده 0، منهای 9x منهای 3x منهای 6x میشه منهای 9x. 6 و 12 18 بدون اون هم میشه منفی 18، منفی 18. x چنده بچه ها؟ 2، 2 نقطه میشه 18 تا x 2ه. فهمیدید صدا خوبه؟ من معذرت، من مخلصم، شما چرا معذرت میخواید؟ من معذرت میخوام، مشکل از منه، من اصلا نمیتونم درس بدم، داد نمیزنم اصلا، الان یادم اصلا چیکار میکنم. بله بله، ولی یک کچی دوان مدرات رو داد من چاپ کردم اوتن تو استاد ما هرچی ریاضی بردیم از اوتن ها اوتی اومد دو سه جلسه ما ریاضی یاد داد مثلا مال ورزش بودم پیکر رو نمیدن اوتی اومد یه چند جلسه ما ریاضی کار کرد رو برای این آبا چرا تو برد نگو چشم اگر مارکی سوا سه درسه باشی یعنی این بعد چرا با اینجا آوردی دوباره اینو دیدید این برای اول فصل بود یعنی اول کتاب بود چون ضربه فقط مارتیسه رو بتنیم دیگه ضرب بکنم بلد شده باشه آن یکی دوتا رسال دیگه میریم بعد ببینیم چیه امیه صدای شما مشکل داره مشکل از میکرو صدای شما مشکل داره الان مشکل داره صدا نه اون صدایی که گفتم مشکل داره چون داد میزدم میگفتن خش داره الان دارم آروم حرف میزنم فکر کنم مشکلش یه میخواد قطع و وصل و برو بیرون بیا یه کاری بکن دیگه خب برو میگه دامون دیگه تکرار شده اگه خسته شده از این تیپ سوالا بگو آقا دیگه حل نکن میگه مساویان آیدو رو منهای یک کن مساویان آیدو رو منهای یک کن آیدو یعنی یک به توان دو یک منهای یک صفر آیدو دو به توان دو چهار منهای یک کن سه اوتی میبین اشتباه نکنم سه به توان دو نه منهای سه شیش
برای مساویاش درست نوشتم، فکر کنم درست نوشتم. خب مرسی. میگه آیاش بزرگتر از جیاشه، آیاش بزرگتر از جیاشه، آیاش بزرگتر از جیاشه، آیاش بزرگتر از جیاشه. آیا منهای جه دو، منهای یک، سه منهای یک، دو، سه منهای دو، یک. جیاش بزرگتر از آیاشه، جی رو منهای یک کن، دو، جی جی، دو منهای یک، یک، سه منهای یک، دو. چه انرژی از آدم میگرده. سوال نمون تره ها نگاه تو رو بارم. سه منهای یک مسابقه هوش رو انداخته، سه منهای یک دو. آره این آ شد. میگه در این به ضرب کن. ضرب کنم یه بار دیگه ضرب کنم، حالا دیگه ضرب نمی کن. آقا اینجا میخوایی بنویسی؟ آره یاد داره؟ رقم اینجوری دیگه می‌نوشم، مهمه مثلا وقت کم تلف بشه. گم زدم. برم می‌ذاریم دو، یک، صفر، بوده بوده دیر شد، دو، منفی یک، باید کلی فصل نموز تموم شه، سه، دو، بوده دو، صفر، بوده بوده دو، صفر، پنج، صد رو بردار ستون کن، صد رو بردار، صفر، یک، دو، صفر دو تا، صفر تا، منهای یکی، منهای یک اونم دو تا، چهار تا، چهار منهای یک، سه. هر دو اشتباه کردم بگید، فکر کنم درست داره کن. سطر یک دست ستون یک، رفت تو سطر یک ستون یک، این سطر یکه بچه ها. سطر یک دست ستون دو، خب میره سطر یک ستون دو، صفر که برش کن، سه یکی صفر تا، دو صفر تا، صفر تا، صفر تا. اگه اشتباه بود بگید. زورتی رفت دو تا، ده تا، چی شد؟ دو ده دوازده. تشکر کنیم ازش، خیلی ممنون، سپاسگزارم، لطف کردید. میریم سطر بعدی، کوی یارو سطر، نام سطر دو، یک، سه، دو، نکنم سطر دو در ستون یک، سطر یک، سطر دو ستون یک، یک دو، آه چه زیاده این، یک دو تا، دو تا، منهای سه تا، بعد بری چهار تا، شیش منهای سه، سه. از صبح خدا جون خودتون هفت و نیم صبح سر کلاس هم مسخره نکنید که یک یکی یکی سه سه تا نه تا دو صفر تا صفر تا، وگرنه اصلا کلاس شما رو زودتر میداختم بیمه این خود بودم تا یازده شب. یه صفر تا صفر تا سه دو تا شیش تا دو پنج تا ده تا شونزده تا فکر کنم. ولکن بچه ها مرسی همه تون هم که داری دوکی میدید آقا بیدش. بعد های مثلا فقط دور دی نوادش همه ساله چیز ها، همه ساله نهایی رو آوردم ها، اصلا من نورا نکته و تست و این چیز اصلا بلد نیستم همه ساله امتا نهایی دی نوادش دور می اگه ماتریس این باشه، ماتریس این باشه، آوا به را طوری بیارید که آوا دو منهای به صرف باشه. گفتم ماتریس صرف رو باید بدونی چی باید بدونی ماتریس صرفه. خب آدم رو باید بسازیم بچه اینجا یک کلب، یعنی اینجوری کار منها نکنیم بهتره. وقتی میگه آدم منهای به صفره این بیا رو ببریم و مرسی، یعنی آدم باید مساوی با بی باشه، برو آدم رو مساوی با بی بذار. سه نفر بگن آقا نمیخواد حلش کنی، آدم رو بردیم میسازیم، بیرم میذاریم جلوش، درایه هاشو نظیر به نظیر مساوی میذاریم. مرسی که هیچ ریچی نشیه بگید نمیخواد بچه از بیستو آفرین فاطمه، ملیکا، یه نفر دیگه بگید نمیخواد. بودتر میکنم بچه واقعا واقعا اگر کسی میخواد بگه آقا ببخشید، اگر کسی میگه نه آقا انجام بده بگید انجام بده، ولی فکر کنم دیگه انرژی اون میره چون دیگه آدو بداری تو من اینا دیگه هست دیگه گذاشتم که خواهی حلش کنی. به خدا همه سال امتحان نهایت خورده نهاده دو دوباره اینو در این زن میکنی، شبیش اون بالا دیدیم، اینو در این زن میکنی، بعد در این زن میکنی مساوی با صفر میدانی دوباره اومده شهریور نهاده دو. حالا مثلا این شب یه جدید باشه با هم دیگه حلش کنیم.
شهریور 99 بچه ها اگر کسی میگه آقا فلانی رو حل کن بگه ها ایتا اسفندیاری نه نمیخواد آه. خب آه مهدی به من سوالو این قشنگ تره شهریور 99 چی گفت اصلا آره بده ام آی رو طوری بیارید که آر دو مساوی با ام آی بعدم این آی دو بشه چشم بریم آر دو آر این سری به دست بریم سطر رو وردار ستون کن صفر رو سطر یک در ستون یک جاش اینجا صفر تا صفر تا دو چهار تا هشت صفر تا چهار تشکر خیلی ممنون بریم بعد چند دو یک دو صفر تا صفر تا یه دو تا دو تا دو چهار تا هشت تا یک یکی یکی هشت تا یک نه تا آدم درست نمشتم مرسی میگه آدو مساوی با ام آ علاوه ان آی دو باشه ام آ یعنی چی بچه ها؟ ام آ یعنی که ام بره در آ ضرب بشه ام رو در این ضرب کن ام صفر تا صفر تا چهار ام تا چهار ام تا دو ام تا دو ام تا ام تا ان آی دو آی دو رو میشناسید؟ آی دو یک یک دیگه که ان درش ضرب بشه میشه ان ان این دوتا رو میگه با هم جمع کن ام آ رو با این آی دو جمع کن من جمع کردم صفر به علاوه این این چار این به علاوه صفر چار این دو این به علاوه صفر دو این این هم که امه به علاوه این حالا میگه چی؟ حالیه چی نمیشتم آر دوه باید مساوی با این باشه خب بچه ها پس این چند این دوتا باید با هم مساوی باشن پس این چنده؟ هشت این هشته یه دیونم کرد این هشته چهار ام چهاره ام یکه من دسته دیگه چون گفته ام آیه رو بیارو دیگه صد درسته دیگه هم میشینه به خدا بستم ام آجن نبرین یا دیگه درست بله کسی چیزی میگه نه چی نمیگه اوکی بچه ها مرسی جه این عمدون هم دوباره سوال اومده معادل x و y رو از معادله زیر به دست بیاره خب این دکتر رو ضرب میکنیم بعد با این مساوی میذاریم نمیخواد بعدا بایدون حل کنیم بچه ها همه این رو من گذاشتم برای دیگه لازمی تو بری دو ساعته ایش سوا کنیم همه این رو فایلش رو بگیریم یه بار خود حل کن ببین واقعا بلد یا نه آدرساش هم حدی 99 این فلان نمیستن اونه که آره ببینیم مثلا خواست داره حل میکنیم اونه که دیدیم که داره انرژی اونو میگیره حل نمیکنیم دیگه 99 آره داده بیه رو داده مقاله رو آقابه رو طوری بیاره که آدرده بطری باشه خب یعنی که وقتی زرگ کنیم یاد سریع بکنیم شاید خیلی آگه نمیخوره چهار سطر رو بردار ستون کن میشه چهار به علاوه سه ها چهار چهار به علاوه سه ها چهار به علاوه سه ها بعد در ستون دوم میره اینجا منهای هشت به علاوه دو ها بعد این وظیفهش تموم شد دیگه خط میزنم بی و منفی یک میان ها بی در یک میشه بی منهای سه بازم دارم داد میزنم فکر کنم منهای دو بی فاطمه بودم برای نفر رو فکر کنم میخواد بخوابه لا 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 منهای دوتا اوکی یکی یه چیز گفت فکر کنم ببخش جزبه شما پاسخنامه داره پاسخنامه میتونم خودم آدرساش هست دیگه شما سوال تا نهایی رو که بالاخره دانلود کردیم میتونی توی دیمای 99 این سوال رو پیدا میکنی جوابش هست دیگه ولی بخوای تخم چشام ولی وقت ندارم سعی میکنم حالا این رو همه رو جواباشم بنویسم بدم بهت ولی دارم درو میگم چون میخوام من هفته صبح کلاس دارم تا 11 شب ولی اگه تونستم حتما چاش عشق من ماتریس قطری باشه بچه‌ها ماتریس قطری چی بود ماتریس قطری چی بود اصلا با قطر کاری نداریم درایه های غیر قطرش باید صفر باشه اینا به من چی هست؟ این باید صفر باشه این باید صفر باشه پس بی منهای سه باید صفر باشه
یعنی بی باید 3 باشه، منهای 8 به علاوه 2 آ باید 0 باشه. ماتریس قطریه دیگه، یعنی 2 آ باید 8 باشه، آ باید 4 باشه. این هم مثلا جدیدی بود. حله؟ مرسی که اینقدر خوب میفهمید. خب من نمیفهمم دارم چی میگم. دو ماتریس اینه این مفروض هم اگر آ یک ماتریس قطری باشد، آ قطریه، پس این غلط ببخشید من حالا کلاس های حضوری رو نمیم هم دیگه الان آنلاین شاید اولیا نشسته باشه من کلمه بری غلط کرده. ممن های دوه باید چی باشه؟ ممن های دو خوب الان ما باید چی کار کنم؟ ممن های دو باید چی باشه؟ صفر. این باید چی باشه؟ صفر. ممن های دو باید صفر. صدا، صدا یعنی چی؟ یعنی کمه زیاده؟ آن بازم داد زدم فکر کنیم ملیکا گیر صده من دارم آروم حرف میزنم. ممن های دو صفر باشه، ام دوه اینکی هم اصلا نه صدا رفت اومد. آه خب ممن های دو صفره، ام چنده؟ دو، یعنی دوه. این به علاوه یک صفره یعنی این چنده؟ منفی یکه. آه یعنی اینجا رو نوشته رو نکنی دوه، این منفی یکی. این رو من دوره رو نویسی کردم. وقتی میگه که آ یک قطریه، یعنی اینجا رو خودت صفر بذار، من خودم صفر گذاشتم، اینم صفر بذار، صفر گذاشتم. حالا این یکی رو رفتم یافتم، حالا آ رو دربه دیگه برای تو زرد نمی کنم، سطر رو بعد رو ستون کنم. آه چقدر زرد سوال اومده. آه تمام شد. اگر آ فلان باشه به فلان باشن، نوادی رو آقابه رو طوری بیابید که آ دربه یک ماتریس قطری باشد دیگه، ضرب میکنیم، هر چی شد ضربشون رو بلدیم دیگه، هر چی که شد اینجا رو صفر میزنیم، اینجا رو هم صفر میزنیم. اوکیه؟ مرسی. هفت همین مطلبی که داریم با هم دیگه یاد میگیریم. اول هفت شد حتما شد دیگه، دوباره نمیگیم. بچه های گلم میگه که ضرب ماتریس ها چه ویژگی هایی ندارند؟ بریم ببینیم ضرب ماتریس ها چه ویژگی ندارند. ببخشید من یه گلوم تازه کنیم ریختش گند زدم. بچه ها چه ویژگی ندارند؟ موز پوستشون سوخت. خب ببینیم چه ویژگی ندارند. گرد اساسی داریم بفرمید. نماشم ریخت فدای سرتون. خب علفشو قبلن هم دیده بودیم. آنوشه جان چاکرم اونتی جان بفرم دارش یه زمان تو میمدی از اینو برامو میخرد یادش بخیر خالی بست نمو کنی برگ. همانطور که قبلا هم گفتم ضرب ماتریس ها الزاماً خاصیت جابجایی ندارن. دیدیم میدیم کجا گفتم؟ اینکه این درون شد، مثلا آ در ب شد، بعد ب در آ اصلا نمیشه، بعد من چجوری طبق داشته باشم که اینا خاصیت جابجایی داشته باشن؟ پس قبلا دیده بودیم ضرب ماتریس ها الزاماً خاصیت جابجایی ندارن. مثلا ناکو میدونم بلدیم، مثلا آ اینه ب اینه، من آ رو در به طبق اون چیزی که بلدم و شما هم بلدی ضرب کردم، این شده. بعد حالا بی رو در آ ضرب کردم، مثلا بی رو در آ ضرب کردم، یه چیز دیگه شد، آ به با بی آ مساوی نشد. حالا اینجا هم گفتم، حالا بعدا میرسیم، ممکنه بعضی وقتا با هم دیگه چی بشه؟ برابر بشه، که اونا بعدا بررسی میکنیم. اگر ضرب ماتریس ها خاصیت جابجایی داشته باشن بهشون چی میگن بچه‌ها؟ یکی میگه همه خوابن لا لا ایشی نمیگه؟ تعویض پذیری یگانه. مرسی بحبه اصلا جون گرفتم تا تعویض پذیرم. بعد حالا بعد پس یعنی الزامن ها، نه اینکه قسم میخورم اینا خاصیت جا به جایی ندارن، ولی الزامن جا به جایی ندارن. حالا بعدم بررسی میکنیم که آفرین یگانه تاها.
تعویض پذیرن. خب دیگه نه همین سوال مسخره اومده، چه نگو وحنا کن حاصل در ماجزا خاصل جا جایی ندارن. خوردن 99 اومده میگه درسته یا غلطه؟ در حالت کلی حاصل زر و ماچسا خاصیت جابجایی دارد. غلطه. دهی 99 حاصل زر و ماچسا خاصیت جابجایی ندارد. به دومین چیزی چی رو داریم بررسی میکنیم بچه ها؟ ضرب ماچسا چه ویژگی هایی ندارند؟ یک، جابجایی الزاماً ندارند. دو، به نمیشتم اتحادها در حالت کلی در ماتریسا صفر نمی کنن. یعنی اینکه در حالت کلی برای دو ماتریس دلخواه آ و ب همچین اتحادی برقرار نیست. یعنی نمیتونم بگم که اتحاد مربع دیگه. یعنی ماتریس آ رو با ماتریس ب اول جمع کنم بعدم به توان دو برسونم، یعنی در هم ضرب کنم، الزاماً با اینکه اول آ رو به توان دو برسونم بیرم به توان دو برسنم، نه من دو برابر اولی در دو گم کنم، الزاماً همچین چیزی برقرار نیست. پس خاصیت جا به جایی ندارن، اتحاد ها هم توشون برقرار نیست. بعدی وقتا هم برقراره که بعدم بررسی میکنم. سه، قاعده هست در ماتریسا برقرار نیست. یعنی از تساوی آ به، یعنی ماتریس آ در ماتریس ب ضرب شد با ماتریس آ در ماتریس س ضربشون مساوی شد، جفتشون یه ماتریس شدن، اینا ماتریس هن. نمیتونیم نتیجه بگیریم آ رو با آ ساده کنیم بگیم بی مساوی، نمیتونیم بگیم که بی مساوی با سیه. قاعده هست برقرار نیست. خب مثلا دارم فقط برای اینکه ببینید، برای هم چیز خاصی نیست. مثلا آینه بین سینه، من آ رو در به ضرب کردم، آ رو در سن ضرب کردم، بعدم شما هم بلدید بعدا خودتو ضرب کنید. الان ای آبی با آسی برابر شد، میبینید آبی با آسی برابر، آ رو در به ضرب کردم، آ رو در سن ضرب کردم، آبی با آسی برابر شد. ولی آیا بی با سی برابره؟ نه، بی اینه سی اینه، نه. پس قبول کنید که قاعده هست برقرار نیست. خدا 98 اومده که البته دین اردونم اینن همین اومده. اگر برای ماتریس های متمایز ها بی سی داشته باشیم ما بی مساوی ما اگر لزوما بی مساوی با سی، یه فکرم درست غلطی اومده که میگی چی؟ نه، این دالومیه، یعنی چهارومیه. اولی قاعده خاصیت جا به جایی نداشتن، دومی اتحاد ها رو نداشتن، سومی حذف رو ندارن، دالومی، چهارومی. سوال امتحان نهایی فکر نمی ازش، ولی خب بدونید اگر حاصل ضرب دو ماتریس برابر صفر بشه نمیتونیم نتیجه بگیریم که حداقل یکی از ما صفره. آقا تو ریاضی ما این همین معادله حل میکنیم، ضرب دو برابر میشه صفر، میگیم یا این صفره یا اون صفره، ولی تو ماتریس ها همچین چیزی نداریم. الان مثلا آ رو در به طبق اون چیزی که بلدم و شما هم بلدید به خدا قسم ضرب کنیم میشه صفر 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 صفر، یعنی میشه صفر، ولی نه آ صفره نه بی صفره. مرسی. یه سوال انحرافی مالی که بچه ها قاطی نکن، میگه که خرداد 1400 قاعده هست برقرار نبوده، ولی اگر آ و بی دو ماتریس هم مرتبه و آر یک عدد حقیقی دلخواه باشن، عدد رو از طرف این ساده کنیم، عدد رو که ساده کنیم آنگاه آ مساوی با ب درست عدد حذف میشه. اینجا احتمال طراحه دیده انقدر از این سوالای تکراری اومده اون این سری اومد شما رو چیز کنه ها، اذیت کنه ها. عدد عدد با عدد ساده میشه. این عددی که در ماتریس ضرب بشن خب میتونیم حالا فاکتور ازشون بگیریم و ساده شون کنیم، پس عدد میشه ها. مرس خوابیدیم. اوه چی داریم؟ همین تموم شد. پس چیا برقرار نبود؟ دالتا. بعدا دوباره مرور میکنیم. ماتریس های تعویض پذیر چی هن؟ الان تمام میشه درس اول هم که تمام بشه تا سر دترمینانی استراحت میکنیم برمیگرد. میراشید دیگه. باشید آقا تو خدا. همه بچه ها تو خدا.
میدونم آسونه بلدی تو این ما هم یه دوره میکنیم دیگه. ولی ببینید همه سوال امتحان نهایی رو آوردم، شما اگه سوال امتحان نهایی رو باز کنی یه دونش اینجور نباشه من خودم اینجا میندازم پایین. همه سوال امتحان نهایی رو داریم بررسی میکنیم، حالا یه سری چیزا هم که تو نهایی نیومده بازم بررسی میکنیم. میگه 20 میارید دیگه بله، فقط کافی اینا یه بار دیگه بخونید. 8 ماتریس های تعویض پذیر، همونه که یگانه و تا گفتم. اگر دو ماتریس ضربشون خاصیت جا به جای داشته باشه بچه بهش میگیم تعویض پذیر. یعنی گفتیم الزامن ضربشون برقرار نیست دیگه، خاصیت جا به جایی ندارن الزامن. بعضی وقتا دو تا ماتریس با هم دیگه ضرب میکنیم میگیم آبه با بها مساویه، در این صورت میگیم اینا چی هم؟ تعویض پذیرند. یعنی اگر آبه مساوی با بها شد آبه چی هم؟ تعویض پذیرند. و چی داره؟ مثلا دو ماتریس این که همجوری مثال دارم، مثلا این دو ماتریس با هم دیگه تعویض پذیرند. حالا تو نکات و نکات و تو بحث تستی مسی آقا تو 100% گفته که اگه اینا یکسان باشن اینا قرینه باشن. میبینی عمدن من اینجوری دادم دیگه، اینا یکسان باشن اینا قرینه هم باشن اون دوتا ماتریس ها تعویض پذیرن. حالا تو بحث نکته و تست و این چیزاست، ولی حالا مثلا ما اصلا کاری نداریم. چرا ما اومدیم ضرب کردیم؟ آ رو در ب ضرب کردم، آخ ب رو در آ ضرب کردم، آ یکی شدن. ها پس اینا تعویض پذیرن، آبه و همچی هم تعویض پذیرن، پس الزامن خاصیت جا به جایی ندارن. یه ستاره دارم براتون. ستاره چی میگه؟ میگه که ماتریس واحد یا همون آی با هر ماتریس دلخواه هم مرتبهاش تعویض پذیرن. یعنی اولین ماتریسی که با همه تعویض پذیره آیه. چه آی رو در آ ضرب کنی چه آ رو در آ ضرب کنی با هم دیگه برابرن. بعدم به زودی میفهمیم که حاصلشون هم میشه خود آ، یعنی اصلا این آیه عضو خونساز. بعدم پس اولین جایی که ماتریس با هم دیگه تعویض پذیرن آیه، آی با هم ماتریس چیه؟ تعویض پذیره. اوکی یه چیزی بدین آقا ببینم کسی هست. بودم فقط تو ایده داشت با هم دیگه داریم. آه نه بابا بی خیال، 4-5 نفر علی و دختر خوابن دیگه، باز بودم و پسر آگم پارسا علی نیمونه چشم شریف ملیکا هستم و هستیم بر باش این دور خدا اصلا شامت هم بخور، بیا این نزات بیار در لپتاپت بخور، ولی نگاه کن ببین جونه من دست در نکنه مکرم زدم. آه مرسی دمتون گرم، دستتون در نکنه. خسته نشید دیگه، خسته شدید یه چیز بگید، یه چرت و پرت تلف کنید، نمیتونید چرت و پرت بگید دیگه. من تو درسونی دو تا چرت و پرت میگفتیم میخندیدیم مثلا حال میکردیم بعد. شما هم بخور چاتو بخور، ولی اینم گوش کن دمتون گرم. آی پس با هر ماتریسی تعویض پذیره، اولین تعویض پذیر رو دیدیم. بریم بالا، بریم بالا، اینو باید برداریم. ستاره دوم، اگر دو ماتریس تعویض پذیر باشن اتحاد ها هم توش برقراره. آخه دیدین گفتیم اتحاد ها هم الزاما برقرار نیست. بسیار اگه یعنی تعویض پذیر باشن اتحاد هم توش برقراره. دو تا ستاره قشنگ، ستاره اول آی با هر کسی تعویض پذیره، ستاره دوم اگر تعویض پذیر باشن اتحاد ها توشون برقرار. پس آی با هر ماتریسی مگه تعویض پذیر نبود؟ آی با هر ماتریسی تعویض پذیر بود، پس اتحاد آب و آی برقرار. یعنی آ بله به آی دو میشه آ دو بله به دو، آی بله به آی دو. الان به زودی میفهمیم که خود آ، آی هم میشه خود آ، این هم میشه آ. فعلا مثلا بلد نیستی. اینجا یاد گرفتیم، من میگم بعد خیلی زایه میشن. این رو هم بدونید که ماتریس واحدهای عضو خنثی در عمل ضرب است، یعنی در هر چیز ضرب بشه انگار نه انگار، حتی در خودش. یعنی چی؟ نفهمیدم الان میفهمونم.
آی با آ با آ با آی که فهمیدیم که تبریز پذیرن یکی هم حاصلش هم میشه خود آ. اصلا چیه؟ بهش بگید خونساز. یک دیگه یک، مگه ماتریس یک نبود؟ مگه یک رو تو ریاضی درد زرب کنیم خودش نمیشه؟ مگه خونسا نیست؟ آیا همینه دیگه، آیا هم یکه؟ آی آ آ آ خدا. حتی آی دو هم میشه آ. چرا؟ چون آی دو آی در آی دیگه. خب خونساز، حالا یا این خونساز یا این خونساز میشه خود آی. آره دین علاقت. اگه آ، یه سوال در مورد این ستاره هایی که زده بودم، میگه آدو آه چرا و چورا و آقا مگه میشه رو بذار کنم. آدو آه بگو چشم چشم. در این صورت داریم این درسته یا غلطه؟ بریم ببینیم. خب وقتی که آه این که بذار کنار یه دقیقه، آه اتحاده توش برقراره مگه نه؟ اینو فعلا برش کنید، اینو این اتحاد توش برقراره، نه میشه آدو به علاوه دو برابر اولی در دومی به علاوه دومی به توان دو. قبول دارید؟ بعد حالا میرون اطلاعات اونو به رخ میکشیم. آدمی که البته اطلاعات ما نیست، اطلاعات مسئله است. میگه آدم رو بدار آ، چشم، تخم چشم آدم رو گذاشتم آ. اینو دیگه اطلاعات ماه. آ آی میشه چی؟ آ. پس این میشه دوتا آ. این هم اطلاعات ماه. آی دو میشه آی. شد چی؟ سه آ برنامه آی. اه درسته. بینم آگاه خب بکنم یا خرش بچه ها دست اولا دینم اداب دوره. آه چه سوال بشنگی؟ میگه اگه ضرب ماتریس های اینیانی تعریف پذیر باشن، اگه ما تعریف تعریف پذیر رو ندونیم نمیتونیم این سوال رو حل کنیم دیگه. یعنی وقتی میگه تعریف پذیرن ما باید بدونیم یعنی چی؟ تعریف پذیرن یعنی چی؟ خب تعریف پذیر باشن یعنی چی؟ یعنی آبه مسایی با بیاه. بعد حاصل این رو بیابی چشم رو میگه اینو حالا میگه خیلی وقت ضرب انجام ندادی بریم یه ضرب انجام بدیم. این دو تا تعریف پذیر هم یعنی آبه با بها برابر. میگه آبه رو میسازیم بها رو میسازیم اینا رو مساوی هم قرار میدیم. بعد ایکس و ایگر هم گوش کنید تا گفت تعریف پذیرند چکار دارم میکنم؟ تا گفت تعریف پذیرند یعنی آبه با بها برابر. خب میگه آبه رو میسازیم همین نساختمش بریم مثال دیم سطح رو بردار ستون کن دیگه نکن حرفی تر x y دیگه میشه 4x به علاوه 3y 4x به علاوه 3y. حالا حتما هم که نباید بنویسیمش دیگه، شما فرض کن نوشتم x y رو اینجا نوشتم 4x به علاوه 3y سطح تو ستون بعدی 3x به علاوه 4y 3x به علاوه 4y. فکر کنم دوباره دارم داد میزنم دو یک رو بردار دو و منفی یک آنه دیگه برداشتم منفی یک چی شد این چه منفی یکی داداش چی کار میکنی فازت چیه چی میگی چه وضعیه این چه معلمیه این چه وضعیه آقا دو چهار تا هشتا منهای سه هشت منهای سه هشتا دو سه تا شیش شیش منهای چهار شیش منهای چهار دو دو بریم بیا رو بسازیم کشت. کشت. چهار سه چهار ایکس برنامه شیش بچه کسی از نفره نبوا چهار ایکس برنامه شیش چهار ایگرگ منهای سه این سه این چهار سه ایکس برنامه هشت سه ایگرگ منهای چهار بچه درست ضرب کردم؟ میشه یکی بگی درسته؟ درسته فکر کنم این چیه چرا تو بگی نوشتن اینجا؟ نمیدونم حالا خلاصه این که خب حالا که تعویض پذیرن آبه با بها برابره مرسی خب چی کار کنیم آبه رو به رسم ایکس و ایگرگ و اینها
قلم برمیداریم، رنگ رو عوض میکنیم، چون میدونم که عویز پذیرن یعنی آبه با بیا مساویه، این 3x به علاوه 8 رو میذارم مساوی با 5، یکی هم دیگه. حالا با اینه با آسوناش رو استفاده کن دیگه، 3x بلکن دست خودم بهتره، 3x به علاوه 8 یه 5، پس 3x یه 5 منهای 8 شده، 5 منهای 8 منهای 3 آره x منهای 1، یعنی فهمیدم x منهای 1. من اینجا ناکن باید میرسم منهای 1، اینو خالی گذاشته بودم که با هم دیگه به دست بیاریم. بعد سیگرگ منهای 4 2، سیگرگ منهای 4 2، یعنی سیگرگ 6، یعنی ایگرگ 2، یعنی این ایگرگ 2 که من باید جوزم منفی 2. بعد اینجا هم یه منفی ایکس داریم، یعنی 3 بذارم. درست بچه ها فهمید چی شد؟ مرسی که فهمیدید. حالا میگه حاصل این را بیابی. خب این نکنید، 1 در 3، 3 در 1، 1 در 1 خواهد شد، یعنی یه عدد میشه، این میشه منهای 2 برای 4 منهای 6. یعنی چه ها؟ خدا نمیدونم. آره منهای 4. اوکی مرسی، به 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 پختم. شما زیر کوله نشستید و عشق میکنید و داری شما میزنی و ما اینجا داریم عرب میزی و به به حال کنید بچه. 3 سال هم کردین ها فضای مجازی و مرسی. چند جب غیر از سلطان یکی جواب داد؟ بله مرسی تا سپاسگزارم از همتون. نو نه شهریور 1400 چی اومده میگه؟ اگر آقابه دو مارکیس 3 در 3 دیل خواه باشن آیا این برقراره؟ نه گفتیم الزاماً برقرار نیست، به شرطی اتحاد برقراره که تعویض پذیر باشن، یعنی آی داشته باشه مثلا، یا سوال بگه آو به تعویض پذیرن، اگر آو به تعویض پذیر باشن برقراره. نو همین مطلبی که داریم با هم یاد بگیریم دست یه زنگه و تموم شد، ولی فکر کنم تمامه، فکر کنم آخرین مطلب یه دفعه حاصله کنیم، بعد میریم یه استراحت مشتی میکنیم میان به توان بالا رساندن ماتریسا. یه سری سوال ها هستش که میگه چیکار کنم به توان بالا برسون، یا این بعد به توان 7 برسون فلان کن. خب آیا قوانین هم چیزی باید بلد باشیم بچه ها؟ بله. خب بریم ببینیم چی باید بلد باشیم. اگه یه ماتریس قطری رو بخوایم به توان بالا برسونیم، فقط کافیه همون گرایه‌های قطر اصلی رو به توان برسونیم. یعنی مثلا یه ماتریس قطری مندان، این ماتریس قطریه؟ گرایه‌های غیر قطر اصلی صفر باشه ماتریس قطریه. اگر مثلا آ این باشه میگه آ4 چنده، آ7 چنده، فقط کافیه قطر اصلی رو تمام برسونیم بچه ها. یعنی میشه 1 به توان 4 منهای 1 به توان 4، 1 اشو خدای خنده داره مسخره. آ7 میشه 1 به توان 7 منهای 1 به توان 7، این یکیش میشه منهای دیگه آی نمیشه بیمزه خوله. آقا بی پس اولین چی بود تو توان بالا رسوندن؟ اگه قطری باشه قطر رو به توان برسون. گول نکنی بریم مثلا 7 بار درم ضرب کنی، خیلی خنده داره. 7 بار بریم درم دیگه ضرب کنی خیلی سخالی شدن. خب نه چیه اگر یک ماتریس قطری نباشد و طراح سوال از ما خواسته باشی که آن را به توان بالا مثلا به توان 7 برسونیم، اینجا باید توکل به خدا کنیم، بگیم اشکالی نداره شروع میکنیم الهی بمینه تو، میریم اول آ2 رو میسازیم، آ ضرب در آ
بعد یه هایی تو تستا خیلی اتفاق میفته دیگه، همین که آدو رو میسازی میدونی آدو یه چیز خوشگله، مثلا آدو میشه آی، بعد اون توان گردم اون خواسته به آی رفت میدیم. نگاه کن یه نقاسی میدونم چی نفعه میدی، میگم بعد اگه قطری نباشه بگه توان بالا برسون آقا چی کار کنیم؟ هیچی، توکل به خدا هی ضرب کن دیگه. ولی مطمئن باش با توکل به خدا شروع میکنیم توان دو رو انجام میدیم، حالا تو تستا بعضی وقتا توان سه رو انجام میدیم، ولی دیگه بیشتر از سه مطمئن باشیم لازم نیست. تو همین هین به یه چیز قشنگ میرسیم، یعنی آدرا مطمئنن حاصل آن ربطی به ماتریس واحد خواهد داشت، و از این نکته که ماتریس واحد رو به هر توانی برسونیم همان آی میشود استفاده میکنیم. ببین مثلا دی 98 چه سوال قشنگی اومده، فکر کنم تموم شده بچه ها، یه دقیقه حوصله کاری رفت. آر داده میگه ماتریس آهف رو بیارید، ای نامرد قطری هم که نیستش که، ای بابا مسخره‌بازی در آوردیم، چه طراحی، توکل به خدا. میگیم آردو رو میسازیم، بچه آردو چون میگه بلد بودید من آردو رو انجام دادم، سطر رو برداشتم در ستون ضرب کردم، بعد میخوام رو همینجوری هی زد دوره آردو رو ضرب در آب کنم بشه آسه، ولی قبل از این که ادامه بدم یا میگم این چه ربطی به آیا این چیز قشنگیه، این شده، این چیه؟ یکی میگه تو رو هم تا اونتن فاطمه دیگه، یکی یگانه همه چیزایی میگه بلا خوابید دیگه، خودشه نه خودشه چیه آ خودشه نه خودشه نیست خودش که آن یه سه این نکات هستش که بله خودش بشه یه چیزی میشه آ منفی دار تینا، آره مرسی، آره تینا مانی هم یه چیزی گفت، خارجی می‌نویسیم یا انگلیسی می‌نویسیم فرق نمی‌شه چی کنیم. آره این بچه چیه؟ یعنی این منفی دعایه، یعنی از این منفی دو بذار می‌خوایدم فاکتورش رو نشونتون بدم، از این منفی دو بکشم بیرون میشه منفی دو بکشم بیرون میشه چی؟ یک صفر صفر یک، یعنی شد دعای، نکنه این هم دیگه شد منفی دعای. حالا میگم آدو مساویه با منفی دعایه، میرم آهفت رو به آدو ربط میدم. نها کن اینجاش خیلی سوال قشنگیه، میگم آهفت چجوری به آدو ربط بدم بچه ها؟ آدو بعد از آدو استفاده کنم دیگه، آدو به توانه سه ضرب در آه، کی اینو نفهمید؟ یعنی یه جوری باید آهف رو به آدو رفت بدن میگه، چون آدوی من قشنگ شد، آدوی من شد منفی دعای، خب من باید خودم رو به کی رفت بدم؟ به آدو، آهف آدو به توانه سه ضرب در آه، جای آدو چی می نویسیم؟ منفی دعای، یعنی میشه منفی دعای به توان سه فاطمه دارم آنو حرف میزنم ضرب در آ، منفی دو به توان سه برسه میشه منفی هشت، آی به توان سه برسه میشه آی ضرب در آ، حالا آی ضرب در آ چی شد؟ عضو خنثاست یکه، میشه خود آ، این میشه منفی هشتا آ، آ کیه؟ این باید اینو در منفی هشت ضرب کنم، یعنی آ هفت میشه این، اینو در منفی هشت ضرب کنم چه صفر منفی شونزده هشت صفر، کی نفهمید بچه ها؟ سوال دیگه 98 تا فکر کنم تموم شد.
یه استراتی ریزی میزنیم انشالله. زنگ بعد با درس دو دترمینان و وارو شروع میکنیم. امروز انشالله ماتریسمون همونجوری که میبینید تمومه و انشالله نمره کاملش رو میگیریم دیگه. درس یک امیدوارم فهمیده باشید دیگه. دیگه کوتاهی بود، صدام بد بود، نمیدونم از این چیزا. ببخشید من هی میگی داد نزنم، ببخشید دیگه داد میزنم. خسته نباشید، یه استراتی کوچیکی بکنیم و میاریم. میخواید استراحت کوچیک بکنید، یه رو به ده بیاد دیگه ها، یه آب بخورید و زود بیاد، یه رو به ده ان شاءالله. فعلا مرسی.